همکارم مراد ویسی ما رو اینجا در استودیو همراهی میکنن. ممنون از همراهی شما آقای ویسی. هم سپاه هم نشریه هارتس هر دو گفتن که این حمله اخیر در حقیقت یه تلافی بوده به حمله اسرائیل. نظر شما چیه؟ این چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، در ماهای گذشته 4 مورد بوده شبیه به هم در ایران که اطلاع رسانی درستی دربارش انجام نشده. در 13 آذر صدای انفجارهای روی تاسیسات هسته‌ای نتنز شنیده شد، گفتن مانور پدافند بوده. در دیما، در نیمه دیما، صدای انفجار شدید در کرج شنیده شد، گفتن که تمرین راکتی و موشکی سپاه بوده. بعد معلوم شد اینطور نبوده و یک پهبادی حمله کرده به سالن سانتریفیوژ ها و آسیب زده به اون تاسیسات. در 25 دیما در غرب و جنوب ایران یک سلسله صداهای شدیدی شنید شد، هیچکی از هنوز دربارش توضیح نداده، هنوز که هنوز نمیدیم چیه. در 24 بهمن هم در کرموشا صدای انفجار شدید اومد. بعد نور نیوز که نزدیک به شورای امنیت ملیه گفت که این انبار روغن بوده، موتور روغن موتور بوده و سوخته و اینا. دیروز هارتس نشریه اسرائیل اعلام کرد نخیر، این مرکز پهپادی سپاه بوده و اسرائیل حمله کرده. بعد که اسرائیل اعلام کرد، دیشب یکی از تحلیلگرهای سپاه اومد تو تلویزیون گفت که بله، حمله که ما با اربیل کردیم به تلافی این حمله‌ای بوده که به پایگاه پهپادی سپاه انجام گرفته. توی اینجور خبرها موقعی که اینجوری برخورد میکنن دو تا اتفاق میفته. یه اتفاق اینه که کسی دیگه اظهار نظرهای سپاه و مقامات نظامی رو در موارد مشابه و آینده جدی نمیگیره، باور نمیکنه. دوم اینه که اون رسانه‌هایی مثل سپاه، خبرگزاری فارس، تسنیم، نور نیوز که این نوع خبرسازی‌ها رو میکنن، مردم دیگه به اونا اعتماد نمیکنن. علت اینه که الان رسانه‌های ایران بی‌اعتبار شدن اینه که مردم به کرات دیدن که رسانه‌های حکومتی خبر درست نمیدن. و مدام تکذیب میکنن خبرهاشون رو و بعد از چند ماه برعکسش اعلام میشه. بله آقای ویسی، از یه طرف این تلافی، حملات تلافی که زنجیروار هی دارن این دو تا کشور اسرائیل و ایران هی به هم دیگه انجام میدن رو چطوری کلیتش رو میتونین ارزیابی و تحلیل بکنین؟ واقعیتش اینه که هم اسرائیل داره به جمهوری اسلامی ضربه میزنه، هم جمهوری اسلامی به اسرائیل. مثلا سپاه در 30 پیش که انتفاضه اول رخ داد، اصلا غزه تهدیدی علیه اسرائیل نبود، ولی الان حماس و جهاد اسلامی علیه اسرائیل موشک میزنن. حالا درست سیستم گنبد آهنین هم خیلی هاشو میزنه، ولی میزنن دیگه. حزب الله مثلا 1982 که اسرائیل حمله کرد هیچ فشاری نبود، الان فشاره. سپاه در سوریه هم هست، ولی اسرائیل هم بمباران میکنه سپاه رو در سوریه، الان حضور امنیتی پیدا کرده در خلیج فارس. هدف‌هایی رو که از همدیگه میزنن موقع مقایسه میکنیم، متوجه میشیم ارزش هدف‌هایی که اسرائیلی‌ها زدن خیلی بالاتره. مثلا سامانه سوخت ایران از کار افتاد، ولی ایران چند روز پیش بعضی سایت‌های اسرائیلی از رده خارج کرد. اونها مثلا مهمترین فرد هسته‌ای ایران رو منتسبه که اسرائیل زده، فخری زاده. اینا متقابلا نتونستن. سپاه مثلا میگه ما جاسوس داشتیم یه وزیر اسرائیلی، ولی اونا الان شایعه که مسئول میز اسرائیل در اطلاعات سپاه جاسوس اسرائیل بوده. یا مثلا حتی در مورد امریکا قاسم سلیمانی رو زد، اینا عین الاسد خالی رو زدن. یا اونا مرکز پهپادی سپاه رو در مایدش زدن، اینا یه دونه ویلا رو زدن. اونها مثلا 7-8 دانشمند هسته ایران ترور کردن، 7 موفق بوده. اسناد هسته ایران رو بار زدن بردن. 2 نتنز منفجر شده، همه اینا منتسب به اسرائیله. موقعی که ببینیم جمهوری اسلامی و اسرائیل رو هم درگیرن، به هم میزنن ضرباتی، ولی موقعی که ارزش گذاری بکنیم هدفهایی که اسرائیل زده به نظر میاد دست بالاتر. از ضمن اینه که جوابهایی که سپاه داده بیشتر از نوع جوابهای سخته، موشکی و اینجور چیزا، ولی کارهایی که اسرائیل کرده بیشتر کارهای اطلاعاتی و پیچیده و اینهاست. به نظر میاد که هدف‌ها رو موقع که ارزش گذاری می‌کنیم به نظر میاد اسرائیل‌ها دست بالاتر.